پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام علیکم، عوام الله اجورکم. شهادت حضرت علی النقی امام هادی علیه السلام دهمین جانشین حضرت خاتم الانبیا را خدمت یکایک که شما بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام تعزیت عرض میکنم. در این برنامه پانوراما در سال روز شهادت آن حضرت به بررسی زندگی و میراث ایشان با اشاره به سازمان وکالت امامان که توسط آن حضرت توسعه پیدا کرد میپردازیم. دوره امامت حضرت امام هادی و امام عسکری علیهم السلام اوج سختگیری و فشار و سرکوب و خونریزی خلفای عباسی در تاریخ تشیع اولیه محسوب می شود. در نگاه امنیتی وقت خلفای عباسی و به منظور قطع کامل ارتباطات امامان با شیعیان و اطرافیان ایشان، حضرت امام هادی و امام عسکری علیهم السلام را به سامرا و در میان بافت جمعیتی اهل تسنن منتقل و در میان یک منطقه نظامی کنترل شده نگهداری می کردند. در این شکل از حصر، آن هم در شهر اهل تسنن و مخالفان اهل بیت علیهم السلام و آن هم در میان یک پادگان نظامی، عملا امکان تربیت شاگرد و برپایی مکتب ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام آنچنان که در دوره امام باقر و امام صادق علیهم السلام انجام شد دیگر امکان نداشت. در نتیجه حضرت امام هادی علیه السلام به بازسازی و تکمیل و توسعه سازمان وکالت امامت پرداختند. تا از طریق پیام‌های مکتوب و امکان تردد محدود وکلا به صورت شبکه‌ای و هرمی، معارف و احادیث و ادعیه و سایر پیام‌ها و دستورات به عموم شیعیان رسانده شود. زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه و رساله‌ای منسوب به آن حضرت در تبیین مسئله جبر و اختیار از طریق همین شبکه سازمان وکالت و به عنوان مهمترین میراث معنوی ماندگار امام هادی علیه السلام به ما رسیده است. امام هادی علیه السلام به ویژه در زیارت جامعه کبیره که دارای مضامین بلیغ و والایی است، هرچند که زبان حال و گفتار یک امام معصوم نسبت به سایر امامان علیه السلام است، اما این زیبایی آنگاه به اوج خود می رسد که امام هادی علیه السلام این نحوه بیان را به شیعیان آموزش می دهد که به چنین شیوه ای با امامان معصوم سخن بگویند. این زیارت که به بیش از 200 فضیلت و منقبت از اهل بیت علیهم السلام اشاره دارد، مجموعه ای کم نظیر از آموزه های امام شناسی در قالب زیارت است که در کمتر حدیث و دعایی چنین به تفصیل و پرمعنا و دقیق آمده است. در دوره حیات امام هادی علیه السلام از یک سو فرقه های انحرافی و غالیان به دلیل عدم دسترسی عموم شیعیان به امام هادی علیه السلام رشد و رونق داشتند که امام هادی علیه السلام باز از طریق همین سازمان وکالت باید انحراف ایشان را گوشزد می نمود و از سوی دیگر افرادی بناحق به قلوب متهم می شدند که حضرت باید با بررسی و اعلام نظر از طریق وکلا و به وسیله نگارش نامه ایشان را تبرئه و مردم را از نظر خود آگاه می ساخت. بیشک خلفای خونریز و ظالم عباسی نیک می دانستند که امام هادی و پس از ایشان امام حسن عسکری علیه السلام قصد قیام مسلحانه نداشتند و حراس آنها از نشر معارف حقه شیعه و ادعیه و احادیث و تفاسیر و دانش اهل بیت علیهم السلام بوده است. وکلا که برخی به جا مانده از وکلای امام جواد علیه السلام و برخی فرزندان ایشان و در برخی نقاط از میان علما و معتمدین شیعیان هر منطقه انتخاب می شدند، خود با کسب اجازه از امام حق توکیل هم داشتند و این شبکه تا دور افتاده ترین سرزمین های اسلامی هم گسترش می‌یافت. در همین دوره ماجرای اختلاف بر سر نظریه حدوث و قدم قرآن موجب فتنه و درگیری داخلی بین مسلمانان شد. برخی جانب حادث بودن قرآن را گرفتن و برخی جانب قدیم بودن آن را و به همین دلیل در طرف میان دو طرف خونریزی نیز حاصل شد. اما امام هادی علیه السلام در نامه ای به یکی از شیعیان از او خواست در این زمینه ورود پیدا نکند. آن حضرت در نامه ای مسئله خلق قرآن را فتنه خواندند و ورود به این فتنه را اختلاف انگیز و موجب هلاکت دانستند.
در این دوره همچنین جدال بر سر مسئله حدوث و قدم قرآن موجب پیدایش فرقه هایی در میان اهل تسنن شده بود. مأمون و معتصم جانب نظریه حدوث قرآن، اما متوکل از قدیم بودن قرآن حمایت میکرد. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، در پانورامای امشب جناب آقای مجتبی امینی، پژوهشگر علوم اسلامی، و جناب آقای حبیب احمدی، پژوهشگر دینی از لندن همراه ما هستند. با ما بمانید تا بیشتر در خصوص میراث به جا مانده از دوره حیات پربرکت امام هادی علیه السلام بگوییم و بشنویم. میهمانان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، جناب آقای امینی و جناب آقای احمدی، سلام علیکم. عظم الله اجورکم. السلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای امینی با ما هستید؟ بله بفرمایید، در خدمت. بزرگوارید. اولین پرسش رو از جناب آقای امینی آغاز میکنم. لطفاً درباره چگونگی تشکیل و اهمیت سازمان وکالت در زمان امام هادی علیه السلام توضیح بفرمایید. با سلام جزت خدمت شما مهمان عزیزتون و بینندگان محترم. خدمت را عرض کنم که تاریخ اهل بیت علیه السلام خیلی پرباره و باید برگردیم از ابتدای وظیفه اوصیایی که بعد از پیامبر صلی الله علیه السلام بودن، که در پی عدالت گستری و قسط همواره تلاش میکردن و در صدد بیان مسائل عقیدتی و همچنین تأثیر آن در اجتماع که به مسائل سیاسی در واقع ختم میشه، چرا که مؤمن واقعی هر گونه عقیده‌ای که داشته باشه در نحوه سیاستی که برمیگزینه بازدهی اون عقیدهش در جامعه روشنگری میکنه. لذا همه اهل بیت هر کدوم در برهه‌ای تحت فشار از طریق کسانی که حکومت طلب بودند و مورد ظلم قرار می گرفتند، لذا طریق‌های مختلفی رو برای آگاه کردن مردم و برای مبارزه با ظلم همیشه پیشه می کردند. لذا ما اگر برگردیم نسبتاً به زمان امام جعفر صادق علیه السلام، در برهه‌ای که بین بنی امیه و بنی العباس اختلاف وجود میاد، بعد از مدتی خیلی کم بنی العباس وقتی حکومت رو به دست میگیرن، چون خودشون بر اساس همین وکالت سازی ها حکومت خودشون رو برقرار کردن، لذا خیلی خوب با این مفاهیم آشنا بودن که اگر کسی وکیل کسی باشه با اختیارات تام میتونه خیلی پیغام آور خوبی باشه، چون موقع رسانه های عمومی که وجود نداشت، این افراد بودند که با تعهدات اخلاقی میتونستن پیام های واقعی افراد رو به دیگران منتقل کنن و اثرگذار باشن. اونطور که ابو مسلم خراسانی برای خودشون خیلی کارهای مهمی رو بر اساس همین وکالت ها انجام میداد. لذا خیلی با نهاد وکالت مشکل داشتن، چون خودشون بر همین اساس اومدن روی کار و اساسا حکومت هایی که روی کار میان همیشه سعی میکنن حرکت‌های مشابهی رو که خودشون از اون طریق استفاده کردن اینها رو در نطفه خفه کنن و نگذارن کسانی که با اونها اختلاف عقیدتی دارن بتونن از اون مسیر دوباره بر علیه اونها قدمی بردارن. اما مشکلی که اینها داشتن، خودشون رو بر حق میدونستن با دروغ‌هایی که سرهم کردن به عنوان وصایت بر این که از اقوام و از اقربای پیغمبر هستند، در صورتی که دلایل محتم محکم و واقعی وجود داره که ما میتونیم بر همه اونا استدلال کنیم. اما مسئله وکالت، این مسئله در زمان امام موسی کاظم علیه السلام شکلهای دیگه گرفت بعد از امام صادق علیه السلام و همینطور در زمان امام رضا تونستن یک مقدار از مسائل عقیدتی رو حل کنن، فرقه های اسلامی کمتر شد. اما بعد از ایشون در زمان امام جواد و امام هادی
علیه السلام چون حصر بیشتر شد و مشکلات عدیدتر شد، حتی سعی کردن زودتر اینها رو به شهادت برسونن که نتونن وسعت بدن اون طریقه معرفت سازیشون رو. بله. ما متوجه میشیم که طریقه وکالت بیشتر جواب میده در این زمان بر اساس اختناقایی که به وجود اومده. لذا سعی کرد حضرت با هوش و حواسی که به خرج میداد هم جان خودش و هم جان وکلا رو در امان نگه داره و با ادعیه، دعا و یا کلمات رمزی سعی میکردن اون مفاهیم واقعی دین و پیامهای واقعی دین رو از طریق نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که به دستشون رسیده با کمال طهارت و پاکی به دیگران منتقل کنند. لذا در همین جریان چون اختناقات بیشتر میشد، مسئله وکالت مهمتر میشد، چون برای ارتباط برقرار کردن باید از طریق طرق مختلفی با ایشون ارتباط برقرار میکردن تا بتونن پیغام ها رو به صورت رمزی دریافت کنن. بله، متشکرم جناب آقای امینی. اما جناب آقای احمدی، بفرمایید که دیدگاه شما راجع به نقش امام هادی علیه السلام در توسعه سازمان وکالت چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولی. من هم به نوبه خود شهادت امام دهم شیعیان حضرت علی بن نفی امام هادی علیه السلام و به تمام شیعه ها، به شما عزیزا، خصوصا نظر مبارک امام زمان جل الله تعالی به شریف اصلیت و تعزیت دارم و تشکر میکنم از شما که وقت به ما دادین و همچنین عرض ادب احترام به شما و مهمانتان. عرضم به حضور شما که با بیاناتی که شما ارائه کردین و خیلی مفصل و جامع بود و همچنان جناب امینی، خب با شرایطی که به وجود آمده بود و زیقی و همچنان ظلمی که خلفای عباسی نسبت به امامان شیعه را داشتن، در اون شرایط امام باید کاری میکردن که هم ادای مسئولیت میکردن، یعنی که وظیفه امامیشون رو به شیعهان یا هم پیامای به عنوان امام جامعه، رهبر جامعه، پیامشان رو به مردم میرساندن و همچنان مسائلی که یک نوع تدریس کردن و شرایط انتظار رو به مردم یادآوری کردن و همچنان مسائلی سیاسی و اجتماعی که یک نظام بسیار منطقی و همچنان مرموز، طوری که به اصطلاح نظام حاکم متوجه مسئله نشوند. حضرت امام هادی علیه السلام در چنین شرایطی گسترش دادن نظام وکالت و نظام وکالت یک نظام بسیار جامع و همچنان یک نظام بروز، یک طوری که شخصیت های بسیار امین را به کار گماشتن، شخصیت هایی که اونا در هم در امر پیام رسانی و هم در امر جمع‌آوری وجوهات شرعی و رساندن آن به امام صادق بودن. خود در اون شرایط این کار یک کار بسیار سختی بوده، کاری که نه خواص و وکلا خیلی دسترسی به امام داشتن و نه مردم عام خیلی دسترسی به امام داشتن. در شرایطی که یکی از وکلایی که امام داشتن که از 10 سالگی خدمت در خدمت امام بوده، فکر کنم سعید به نام ابن سعید عمری میگن یا عمری میگن، ایشان یک مغازه شیر فروشی یا مغازه که تقریبا به عنوان پوشش استفاده میکردن، به عنوان روغن فروشی که وجوهات شرعی رو داخلی مشک میکرده، میارده به خدمت امام میرسونده.
و اونم در خصوص در زمانی که یک نوع پادگان نظامی، یک نوع شرایط بسیار زیخی را در سامرا وجود داشته، در اون زمان حضرت امام بسیار به وجه احسن این کار کرده. خب مسائل نتورکینگ یا مسائل ارزم به حضور شما که شبکه‌ای در اون زمان در نبودی یک سازمان رسانه‌ای یا در نبودی یک نظام حکومتی، در نبودی یک شرایط آزاد، یک نظام بسیار قابل تقدیر و نظام بسیار بروزی بوده. نظام وکالتی میتونه در حتی در شرایط امروزی در مثل دولت افغانستان که مثلا الان طالبان حاکم هستن، مردم با آسانی نمیتونه به اصطلاح در مسائل ابراز نظر کنن و یا میتونن باز از بزرگان جامعه، با خیرین جامعه، با مراجع در ارتباط باشن، میتونه از طریق وکالت انجام بشه و این نمونه رو میتونه مردم به کار بگیرن. در مسائل اجتماعی که اون موقع بوده، به نظر ما ساماندهی اجتماعات و همچنان جلوگیری از گمراهی مردم خیلی یک امر مؤثری بوده. در اون شرایط میتونست که مردم میتونست در نبود امام یا در نبود دسترسی به امام، خیلی کسا میتونست از این شرایط استفاده کنه، به عنوان وکیل امام خودشون معرفی کنه، از جهاد مردم رو بگیرن و همچنان مردم رو برای گمراه یا برای دلخوشی نظام حاکم استفاده کنن. و او یک امر بسیار معقول و امام در این شرایط بسیار خوب توانسته بود که این نظام وکالت رو هم گسترش بدن و هم یک استفاده بسیار خوبی سیاسی، اجتماعی و همچنان مالی از نظام وکالت داشته باشه. بله، متشکرم جناب آقای احمدی. جناب آقای امینی، با توجه به اینکه سازمان وکالت از زمان حضرت امام کاظم علیه السلام سنگ بنا شده بود و در دوران حضرت امام رضا و حضرت جواد الائمه علیه السلام هم بود، بفرمایید که در زمان امام هادی علیه السلام مهمترین ویژگی های این سازمان وکالت چه بود؟ به نظر بنده سیاسی ترین امام ما امام دهم علیه السلام هست، به خاطر اینکه مواجه شد با 7 خلیفه ناحق که سیاسترینشون در واقع مأمون بود، که با بازیایی که بر سر امام رضا علیه السلام در آورد و بر سر تفکرات معتزله اشاعره و حرکت هایی که انجام داد و با پلیدترینشون که متوکل باشه، در نتیجه با توجه به اینکه از صغر سن در حال مبارزه با اینها بود و باید حقانیت خودش رو به گوش همگان میرسوند و دیگران رو آگاه میکرد که در مسیر ضلالت اینا قرار نگیرن، یکی از سیاسی ترین امامان ما قرار گرفت و تونست با نحوه مبارزه با اینا بهترین راه رو انتخاب کنه، به دلیل اختناقی که در دورش بود. یعنی در احوال امام هادی علیه السلام وقتی غور میکنیم، میبینیم خطرناکترین افراد و خطرناکترین روش ها رو در موردشون اعمال میکردن و توجه داشته باشیم که هیچ راه و چاره ای برای ارتباط برقرار کردن رو برای ایشون قرار نداده بودن، چون میدونستن هر گونه ارتباطی باعث روشنگری افراد میشه یا باعث تقویت اقتصادی اونها میشه، در نهایت به دشمنانشون افزوده خواهد شد. لذا 100% اختناق رو در موردشون پیاده کردن. درسته در بعضی اوقات مثلا با وجود پسر متوکل یه مقداری کم و کاست میشد، کم میشد، زیاد میشد، اما مواجه بود با 7 از خبیثترین هاشون که خبیثتر از همشون متوکل بود. و به خاطر اینکه متوکل هم تحت تأثیر اهل حدیث بود، برخلاف مأمون که بیشتر گرایش به معتزله داشت، لذا جریانات فکری و جریانات انحرافی رو خیلی دامن می زدن که مردم به سمت درگاه اهل بیت علیهم السلام نرن. در نتیجه ایشون به نظر من وظیفش خیلی سنگین بود، هم باید مبارزه عقیدتی می کرد،
هم باید روشهایی رو اتخاذ میکرد که این پیام‌ها رو به گوش افراد برسونه، هم از خودش و هم از اونا جوری حفاظت بکنه که در تاریخ هم بشه ثبت بشه. احسنتم، متشکرم. جناب آقای احمدی، بفرمایید که سازمان وکالت امامان به ویژه در زمان حضرت امام هادی علیه السلام چه تأثیری در گسترش معارف اهل بیت علیه السلام میان جامعه شیعیان داشت؟ خب بدون شک در شرایطی که امام وجود داشت، در شرایطی که مردم دسترسی به امام نداشت، تنها راه رساندن پیام و تدریس معارف اهل بیت و همچنان نگه داشتن مردم در مسیر اهل بیت و امیدی به زندگی مردم و همچنان نحوه برخوردی که با حکومت باید مردم داشته باشند را از مسیر وکالت انجام میشه. خب اگر ما دقیق بتونیم بررسی کنیم شرایطی که امام داشت، واقعا شرایط بسیار زیخی بود. آقای امینی بسیار به وجه احسن بیان کردن که واقعا در زمان خلفای عباسی از هر نوع خباثتی در قبال امام به کار می گرفتن که مردم دسترسی به امام نداشته باشند. حضرت امام هادی علیه السلام بسیار به نحو احسن باشه و رهبری به کالتی که خودشون داشتن، شخصیت هایی را که به کار گرفتن تقریبا به طور مستقیم در روایات حادثی آمده 14 وکیل در مستقیما از طرف خودشون در 4 ضلعی که کشورهای اسلامی درست کرده بودن در شرایط اون زمان، از ایران و تا مصر و تا یمن و سرزمین عراق، عرب و حجاز، 4 ضلع درست کرده بودن. در هر 4 ضلع یک نفر سروکیل و بعد هر سروکیل در هر مثلا مناطقی برای خودش معاونی داشتن و هر معاونی دوباره بازم برای خودشون معاون داشتن. یک شبکه سازی بسیار منظمی که ضمن اینا وظیفه‌شون هم پیام رسانی امام به مردم بودن، هم پیام امام مردم رو به امام منتقل میکردن، هم زنده نگاه داشتن شرایط زنده نگاه داشتن معارف اهل بیت بودن و اینا بسیار توانست بسیار به نحو احسن شیعه ها رو مدیریت کنن، شیعه ها رو زنده نگه داشتن، شیعه ها رو خیلی قشنگ تونستن یک نظاممند زندگی کردن در یک شرایط نظاممندی، یک شرایط نظام حکومتی هم ماده بسازن، طوری که در گفتنش آسان هست ولی زندگی کردن در کنار سیستمی که کاملا مخالف طریق امام حرکت میکردن خیلی سخته. در خب ما در نقش امام هادی علیه السلام و همین گسترش نظام وکالت را برای سقوط نظام خلفای عباسی بسیار مؤثر بوده و مردم همه امام و همه وکلا توانستن مردم رو هم کاری کردن که سکتگی یا کدوم قطعی در ارتباط مردم با امام مواجه نشن. بله، درود بر شما. جناب آقای امینی، تا این قسمت از برنامه، تا این لحظه راجع به بعد گسترش سازمان وکالت از جانب امام هادی علیه السلام و سایر اهل بیت صحبت کردیم، اما در بعد دیگر بفرمایید که از جانب شیعیان، جامعه شیعی، پذیرش و تعامل عموم شیعیان با این سازمان وکالت چگونه بود؟ ابتدا مشکل اصلی که در زمان امام جواد علیه السلام وجود داشت که در صغر سن ایشون به امامت رسید، در زمان امام هادی علیه السلام به این مشکل بر نخوردن چون این مسئله حل شده بود. اما مشکل بعدی، باید ایشان پیام‌هایی رو میرسون به دست افراد که خبر از وجود امام عصر علیه السلام باید میداد و این معارف رو باید افرادی تربیت میشدن از طریق همین وکالت تا بتونن در اقصانقاط این پیام‌ها رو به گوش افراد برسونن. افرادی رو تربیت کردن مثل عبدالعظیم حسنی که مثلا یکی از اونهاست که 7-8 نفر که در تاریخ ثبت شده امثال ایشون تربیت شدن
و حتی تا زمان خود امام مهدی علیه السلام که به دنیا آمدن و به امامت رسیدن، اینها حتی شاهد خیلی از جریانات بودند. گرچه بعد از حضور خدمت شما عرض کنم، در زمان غیبت صغرا حتی در قبال عثمان ابن عثمان ابن سعید که اولین سفیر حضرت بود، مثلا این روش های وکالتی انقدر شکل پیدا کرده بود و حالت شبکه‌ای به وجود آورده بود و تنها وسیله اعلام موجودیت و اعلام حقانیت بود، سعی میکردن شبکه های عنکبوتی درست کنن یا نیابت ها یا وکالت های تقلبی برای خودشون درست میکردن که خودشون رو برحق نشون بدن، دوت رو منحرف کنن. یا مثلا حسین ابن روح که شخص سوم بود، مثلا در 12 تا وکیل داشت در جاهای مختلف. لذا امام هادی علیه السلام ضمن این که این شبکه سازی رو شروع کرد، افراد خاصی رو تربیت کرد و شاخصهای عقیدتی و مبارزاتی رو بهشون یاد داده بود که هر کسی که میخواست در واقع حقانیت این تفکر رو که بعد از زمان غیبت صغرا و کبرا هم باش مواجه میشه، در واقع ایشان بر اساس این امور وکالتی اساس عقیدتی و راهبردی رو پیریزی کرد که در آینده کسی دچار گمراهی نشه. به نظر من یکی از بزرگترین حقهایی که ایشان به گردن تمام شیعیان داره همین مسیر رو آموزش داد و این مسیر رو در اختناق و در سرکوب کردن افراد در زمانهای مختلف نشون داد که اگر از این روش ها استفاده بشه، افراد میتونن به اون چه که حقه برسن، اما در سایه شنیدن از افرادی که تربیت شده همین مکتب هستن. احسنتم. جناب آقای احمدی، بفرمایید که چه چالش هایی پیش روی سازمان وکالت در زمان امام هادی؟ من صدا ندارم. آقای احمدی صدای من رو دارید؟ بله، من صدا شما رو دارم. بله بله بله، بفرمایید که چه چالش هایی پیش رو جانم. چالش ها خیلی متعدد بوده. چالش اول خب چالش حکومت عباسی بوده که اصلا نمیخوای کاری کردن که اونا میخواستن که هیچ نوع ارتباط امام با مردم نداشته باشن. نحوه ارتباطات و نحوه رساندن کمک ها و همچنان وجوهات شرعی به امام خودش یک کار بسیار دشوار و سخت بوده. چالش دومی مسئله گستردگی مکان وکالت یا جایگاه وکیل در مناطق دوردست بوده. چالش سوم هم مسئله گمراهی مردم و سوء استفاده از نظام وکالت بوده. و در چالش اول خب امام تونستن خیلی موفق بودن که وکلا رو طوری به بار بیارن، طوری اینا رو تمرین بدن، تدریس کنن که بسیار کارشون مرموز و کارشون دور از دیدی خلفای عباسی و مامورینشون انجام بگیرد. و در چالش دوم که چالش اجتماعی بودن و سوء استفاده مردم وکلا از شرایطی که به وجود آمده بود، خب در او امر هم امام خیلی متوجه مسئله بودن. خیلی پیش آمده بود که امام هم وکلا رو در صورتی هر نوع مثلا خلاف مسیر حرکت کردن، سوء استفاده از امر وکالت، سوء استفاده از وجوهات شرعی، فورا مثلا امام اونا رو برکنار میکردن، به جایشون یک شخص صالحتر و شخص بروزتر و شخص عالمتر را به عنوان وکیل گماشته میشد. مسئله سوم که چالش از او سختر به نظر من، همه نحوه زندگی اجتماعی مردم با معارف اهل بیت هستند که در شرایط بسیار دوردست و شرایطی که واقعا مردم برایشان خیلی سخت هستند که چطوری هم بتونه مثلا
به این وکلا اعتبار بکنن و همچنان و این وکلا بتونه تاثیرگذار در جامعه باشن. خب خلفای عباسی مأمورینشون نظام حکومتی اونا هم بیکار نبودن، اونا هم کار خودشونو میکردن، تبلیغات بسیار گمراه کننده ای به راه بودن، بسیار از نگاه ستمهای بسیار زیادی را به حق مردم، به حق شیعه ها زیقی، یک شرایط بسیار خفقانی در جامعه حاکم بوده. در همه در همچین شرایطی که نظام حکومتی میخواستن اونا خودشون اول از بینوانی وکیل جا بینوانی از خانواده اهل بیت یا خانواده پیامبر به همه عنوان حکومت میکردن، اونا به عنوان نظام اسلامی حکومت میکردن، به عنوان کسی که محب پیامبر هستن حکومت میکردن. در خب همزمان حکومت کرده یا مثلا دسترسی داشتن به مردم و هدایت مردم در همچین شرایطی و تعلیم مردم که در این نظام وکالتی یک کاری بکنن که در تعارض با نظام حکومتی بودن که هیچی، و مردم هم خیلی زیرکانه و عالمانه و بسیار به طریق احسن بعضی موقع اینا چی میگن، هر یک وکیلی دست پایین تر با وکیلی بالا دستیشون اگر یک کسی خلافی شرع کار میکردن، یک کسی کار خلافی انجام میدادن، سوء استفاده میکردن، این وکیل دیگر یک نوع مأمور بودن که کار اونا رو به امام منتقل بکنن. همه اینا یک نوع به اصطلاح در درسته که تا زمانی که من یادم میاد در افغانستان، چون در مناطق شیعه نشین اون موقعی که ما اونجا بودیم هم خیلی ما دسترسی به حکومت هم حتی نداشتیم، یعنی حکومت یک نوع نگاه بسیار دور بعدی نسبت به شیعه ها داشتن. ما شهروند دست سوم بودیم اصلا در افغانستان. تنها چیزی که مأمور حکومتی در زمانی که من به دنیا اومدم مأمور حکومتی رو نمیدیدم، پیرق افغانستان اصلا پرچم افغانستان من ندیدم تو مناطق شیعه نشین. نحوه زندگی کردن مردم، راه حل معضلات اجتماعی را که مردم داشتن، همین نظام وکالتی مثلا وکیل مرجع، وکیل امام خیلی نقشی گسترده و نقشی بسیار اساسی در جامعه داشتن. حتی مثلا ما اگر در یک شرایط یک کار پیش می اومد که چهار تا مثلا عالم محلی نمیتونست رو حل کنه، اینا خط می نوشتن به معاون به وکیل مرجع تقلید که مستقیما خط داشتن از طرف مرجع، و اون با حضورشان یا به اصطلاح با از طریق گردآوری و جمع کردن تمام بیانات و مسائل مختلف میتونستن مسائل را از راه دور حل کنن، فقط خط مردم قبول میکردن. خب این معلوم هست که تا امروز هم در خیلی جاها هنوز هم همین نظام وکالتی رواج هست، یک تاثیر بسیار خوبی در نحوه حل کردن معضلات اجتماعی داره. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، جناب آقای امینی و جناب آقای احمدی، که دعوت شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتید. بیننده های محترم، با ادامه پانوراما در خدمت شما هست. به یکی که خیلی شیرینی‌جات جلوش گذاشته بود و مدام داشت شیرینی‌جات می‌خورد، بهش گفتن که فلانی مرض قند می‌گیری ها، یکم مراعات بکن، مراقب خودت باش، ایناهایی که داری می‌خوری خیلی ضرر داره. گفتش که من که قند نمی‌خورم. گفتم پس اینایی که داری می‌خوری چیه؟ گفتش که اینا شکره.
یکی دیگه اومد وسایل یکی دیگر رو برداشت. بهش گفتم که فلانی این اگر راضی نباشه میدونی چه عقوبتی داره؟ یعنی الان حکم دزدی رو داره، تو بدون رضایتش برداشتی. گفتش که من که معنی داشتم برای خودم، من اینو قرضی برداشتم، هر موقع داشته باشم باز میارم میذارم سر جاش بهش میدم. یکی دیگه شروع کرد حرف زدم پشت سر رفیقش، گفت و گفت و گفت. بهش گفتم که تو که دیگه خودت ملایی، میدونی غیبت چقدر گناه بزرگیه. اگر دروغ باشه که تهمته، اگر واقعی باشه میشه غیبت. گفتش که من غیبت نکردم، جلو خودش هم میگم. دیگری شروع کرد به کفرگویی، کفر گفت، کفر گفت، مدام کارهایی کرد که صوفی انجام میدادن. بهش گفتم که این کارهایی که تو میکنی کفره، این چیزهایی که میگی کفره، کارهایی که تو انجام میدی تشبه به صوفیه است. گفت خدا لعنتشون بکنه صوفیه رو، من که کار اونا رو نمی کنم که، اونا دارن کار منو میکنن، اونا دارن ادای منو در میارن. همینه، امام هادی با اشخاصی سر و کار داشتن که مدام ادعای عالم و عارف داشتن. با اشخاصی سر و کار داریم که کلن همه حرکات و سکناتشون خود صوفی است. میگم ما صوفی نیستیم، ما قالی نیستیم. یکی از سخت‌ترین کارها با اینا بحث کردنه که بخوای به اونا قبول بکنی که شما کارت انحراف داره، منتها از روی لجبازی خب قبول نمی کنند. این صحبتهای منو که گوش دادید به این نکته دقت بکنید که من در مورد صوفیه صحبت نمی کردم. بریم سراغ نظر کاربران سوشیال مدیا. مجای عالی‌قدر حضرت آیت الله العظما دوزدوزانی تبریزی در صفحه توییتر خودشون نوشتن که مبارزه و مخالفت با مروجان افکار صوفیه همانند مبارزه با همه سردمداران مکاتب باطل برای دفاع از حریم حق لازم و ضروری است و باید با معیارهای امر به معروف و نهی از منکر و با بیان منطقی و اسلوب صحیح باشد. شیخ جواد نوشته اگرچه دوران امام هادی اصل خفقان استبداد بود و حضرت برای فعالیت فرهنگی آزادی عمل نداشت، ولی با گروه های منحرف عقیدتی همچون غلو کنندگان در حق معصومان و صوفیه مبارزه فرهنگی میکرد. برای مثال آن حضرت در پاسخ به مشکلات اهالی اهواز رساله‌ای در علم کلام نوشت. خانم معصومه نوشته خلفای عباسی امام هادی را محدود می‌کردند و مانع از ارتباطش با شیعیان می‌شدند. به همین علت به بیشتر به واسطه سازمان وکالت که متشکل از جمعی از وکیلان امام بود با شیعیان ارتباط داشت. عبدالعظیم حسنی، عثمان ابن سعید، ایوب ابن نوح و حسن ابن راشد از اصحاب او بودند. لیلا گفته امامت متفاوت امام هادی در دوران حیاتشان و رشد جریانات انحرافی و محدودیت‌هایی که خلیفه وقت برای ایشان تعیین کرده بود، ایشان را بر آن داشت که سیستم سازمان وکالت را گسترش دهند تا از این راه بتوانند عدم حضور امام در دوره‌های بعدی را برای مردم جا بیاندازند. زینب هم نوشته امام هادی در دوران امامت خود در کنار مبارزه با جریانات انحرافی افراطی و تفریطی با بازسازی سازمان وکالت این شیوه را ادامه داده و علاوه بر این به تربیت مبلغین کارآمدی همچون حضرت عبدالعظیم پرداختند. دیگر نوشته نظامن کردن تقویت و گسترش سازمان وکالت توسط امام هادی علیه السلام تا مردم مستقیم به امام مراجعه نکنند بلکه به وسیله وکلا با امام در ارتباط باشند، به گونه ای که اولین سفیر امام زمان ارواح نافدا همان شخص برگزیده و سفیر امام هادی علیه السلام است. سیده نوشته امام ساده به منظور ارتباط بیشتر با شیعیان پاسخ به سوالات شرعی آنها درباره دریافت وجوه شرعی و رسیدگی به مشکلات شیعیان سازمان وکالت را تشکیل داد. فعالیت این سازمان در زمان امامان بعد گسترش پیدا کرد و در غیبت صغرا به اوج رسید. آخری هم گفته در زمان امام هادی اقتناع شدید از سوی خلفای عباسی حاکم بود و ایشان از طریق سازمان وکالت و نامه‌نگاری با شیعیان در ارتباط بود و علی ابن جعفر الهمانی، ابو علی ابن راشد و حسن ابن عبدربه
یا بنا به گزارش برخی فرزندش علی از وکیلان امام هادی بودند. ممنونم که با من همراه بودید. ادامه برنامه رو هم بیننده باشید. سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. کمیته ویژه پیگیری طرح چشمانداز کربلای معلا با 50 میلیون زائر طی جلسه‌ای پرونده‌های مختلف پیگیری شده در جلسات هفتگی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام را مورد بررسی قرار داد. این جلسه ثانوی با حضور اعضای کمیته پیگیری این چشمانداز به ریاست حسین العادلی مسئول روابط عمومی مصباح الحسین علیه السلام برگزار شد. حسین العادلی طی اظهاراتی در این باره گفت جلسات ثانوی مذکور به توصیه شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام و با هدف پیگیری دقیق جدیدترین موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسات هفتگی برگزار می شود و افراد حاضر به بحث و تبادل نظر و مطرح کردن نقطه نظرات خود در این باره اقدام می ورزند. در این جلسه پرونده مربوط به مباحث مطرح شده در زمینه فاضلاب شهر کربلا و نیز نیروهای امدادی مورد بحث قرار گرفت و آقای باسم عباس مسئول پیگیری مسائل مربوط به این پرونده شد. به گفته مقام‌های محلی ریزش یک معدن غیرقانونی طلا در شمال تانزانیا حداقل 22 کشته بر جای گذاشت. در همین راستا سیمون سیمالنگا کمیسر ناحیه باریادی منطقه به خبرگزاری رویترز گفت این حادثه در اوایل روز شنبه در منطقه سیمیو پس از آن اتفاق افتاد که گروهی از افراد که بین 24 تا 38 سال سن داشتند در منطقه‌ای که فعالیت‌های آنان به دلیل بارندگی‌های شدید ممنوع شده بود شروع به استخراج معدن کردند که متاسفانه با ریزش معدن 22 نفر از این جوانان کشته شدند. در پایان گفتنی است این نخستین بار نیست که معادن طلا در تانزانیا حادثه ساز می شود. پیشتر نیز یک گروه 20 نفره از معدنچیان بر اثر ریزش تونل در یک معدن طلا در منطقه شینیانگا زیر زمین حبس شدند. شیعیان و پیروان اهل بیت لحم السلام در شهر اولندو در ایالت فلوریدا به مناسبت کلاهزنی حسینیه و مرکز دانشگاه شیعیان در این شهر جشن گرفتند. جامعه اسلامی شهر اولندو تصریح کرد پروژه جدیدی شامل ساخت حسینیه برای پیروان مکتب حقه شیعه به منظور تعظیم شعار اهل بیت لحم السلام است. همچنین این پروژه شامل ساخت دانشگاهی برای پذیرش شیعیان با هدف کمک به حوزه آموزش دانشگاهی و نشر علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت می باشد. در پایان گفتنی است برپایی چنین طرحی از آرزوهای عاشقان اهل بیت علیهم السلام بوده که هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است. رئیس جمهور سومالی گروه سنی‌های تندروی از شباب و اتیوپی را دشمنان کشورش دانست و از مردم این کشور خواست برای رویارویی با دشمنان آماده باشند. دولت اتیوپی دو هفته قبل با مقامات منطقه موسوم به سومالیلند که خواهان جدایی از سومالی هستند به توافق رسید. به دنبال امضای این توافقنامه حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی قانون لغو توافقنامه اتیوپی سومالیلند را امضا کرد و این توافقنامه را نقض آشکار وحدت ارضی و حاکمیت ملی سومالی خواند. رئیس جمهور سومالی در جمع شهروندان موگادیشو پایتخت این کشور گروه تروریستی سنی های تندروی از شباب وابسته به شبکه القاعده و اتیوپی را به دشمنان کشورش خواند و از مردم سومالی خواست برای رویارویی با این دشمنان آماده باشند. شیخ محمود تصریح کرد اتیوپی دشمن سومالی است و در صورت اجرای کردن توافقنامه با سومالیلند ما با آن می جنگیم، همانطوری که با گروه تروریستی از شباب در حال نبرد هستیم.
سازمان جهانی بشردوستانه حسینکیس یا هو ایز حسین اظهار داشت تلاش های این سازمان از طریق تیم های داوطلب خود از سراسر جهان در زمینه رسیدگی به اقشار مختلف اجتماعی و کمک رسانی به آنها به نام امام حسین علیه السلام می باشد. این سازمان درباره جزئیات پروژه های جدید خود گفته است که اخیراً دو برنامه در دستور کار خود دارد. وی در ادامه افزود اولین برنامه مراقبت از بی خانمان ها، یتیمان و غیر مسلمانان فقیر در تعدادی از کشورهای جهان با شعار با هم زمستان را می گذرانیم است که در آن به تهیه لباس و پوشاک زمستانی نیازمندان و همچنین تهیه غذای گرم پرداخته می شود. دومین برنامه سر زدن به بسیاری از کلیساها و مدارس تربیت کشیشها در این کشورهاست تا بتوانیم مایحتاج لازم برای آنها را تأمین کنیم. ضمن اینکه جلساتی نیز با کشیشان و روحانیون مسیحی برگزار کرده و در آن به معرفی امام حسین علیه السلام و قیام ایشان پرداختیم. در نتیجه انفجار یک بمب در ایالت بلوچستان در پاکستان دست کم 5 سرباز ارتش پاکستان کشته شدند. در درگیری میان نیروهای ارتش و تروریست ها نیز دست کم 3 تروریست کشته شدند. گفتنی است این نیروهای ارتش در جریان عملیات روز شنبه در منطقه گچ استان بلوچستان زمانی که شبه نظامیان مظنون بمب دستساز را روی خودروی نیروهای امنیتی منفجر کردند جان باختند. در پایان گفتنی است حملات در آستانه انتخابات در این کشور افزایش یافته است. شبکه خبری گلف نیوز گزارش داد وقوع مه غلیظ در دهلی نو سبب شد حرکت شماری از قطارها و همچنین پرواز پروازها با تأخیر صورت بگیرد. گفتنی است با دلیل تأخیر قطارها و هواپیماها ده‌ها مسافر در فرودگاه و ایستگاه راه آهن منتظر ماندند. به گفته یک مقام فرودگاه که نخواست نامش فاش شود، بیش از 100 پرواز روز یک شنبه در دهلی به تعویق افتاد و حداقل 168 پرواز از دهلی با تأخیر خارج شد و 56 پرواز صبح دوشنبه لغو شد. گفتنی است اداره هواشناسی این کشور مه غلیظ و موج سرد در دهلی نورا برای روز دوشنبه و مه بسیار غلیظ در روز سه‌شنبه با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد پیش بینی کرده است. باور عمومی همواره این بوده که اصل انگشت هر فرد مختص خودش است و اصل انگشت هر کس با دیگری فرق دارد، اما مقاله‌ای که در مجله ساینس ادوانس منتشر شد این موضوع را رد می‌کند. طی این پژوهش سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی با موفقیت نشان داد که اثر انگشت‌های مربوط به انگشتان مختلف یک شخص شباهت‌های قوی با یکدیگر دارند. این به سیستم اجازه داد تشخیص دهد آیا اثر انگشت‌ها متعلق به یک فردند یا نه. دقت این سیستم در تشخیص برای هر جفت اثر انگشت به 77% رسید. با این نتایج به نظر می رسد مفهوم منحصر به فرد بودن هر اثر انگشت که تاکنون یک حقیقت قطعی در نظر گرفته می شود رد می شود. شایان ذکر است به رغم آنکه محققان این پژوهش معتقدند سیستم هوش مصنوعی بین جنسیت ها و نژاد ها تقریبا یکسان عمل می کند، برای اینکه این سیستم در پزشکی قانونی واقعی قابل استفاده باشد به ارتباط سنجی دقیق تری از طریق تجزیه و تحلیل مجموعه بزرگتر و وسیع تری از اثر انگشت ها نیاز است. ممنونم از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، یک بار دیگر شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت یکایک که شما تعزیت عرض میکنم. تشکر از همراهی شما، دعاگو و نادیب و زیارتون هستم. خدا نگهدار. یا علی مدد.